أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام و عرض عدب و احترام دارم خدمت یکایک شما بیننده های عزیز امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و خورم باشین و لباس و آفیت بتن داشته باشین در خدمت شما هستیم با یک دیگر از برنامه های به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی شهر مقدس نجف اشرف جوار ملکوتی مولا الموحدین حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام تسلیت از میکنیم فرارسیدن ایام سوگواری دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه را خدمت یکایک شما بیننده های عزیز خدمت کارشناس خوب برنامه اخصا خدمت فرزند برومندشان حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف با احترام افتخار در خدمت کارشناس خوب برنامه هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا حسینی جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش سلام رحمت الله من هم عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه شبکه هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار امیر علیه السلام و بعد در خدمت شما هستم خیلی خوش آمدین جناب استاد چون در ایام سگواری این بانوی بزرگوار قرار داریم اختصاص دادیم برنامه خود را به خطبه فدکه فاطمه زهرا سلام الله علیها همچنان که در برنامه گذشته شاهد بودین این جلسه هم ادامه داره با ادامه مبحث قبلی ما که ادامه خطبه باشه مقدمتا از جناب استاد تقاضا که بحث ما رسیده بود به مسئله حجاب و با یک حالت خاصی بیان کردین که فاطمه زهرا با یک حجاب خاصی با یک پوشش خاصی به سمت مسجد حرکت کرد و ایراد خطبه نمود لطف کنید بفرمایید که آیا حجابی که خانم داشتن می شود که از قرآن ثابت شود و یک زن مسلمان باید دارای چه کیفیتی از حجاب باشه بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین من هم به نوبه خود جا دارد تسلیت ارز کنم شهادت صدیقه شهیده زهرای مرزی سلام الله علیها ها را محضر شما و محضر بینندگان عزیز و محضر حضرت حجت علیه آلاف تهیت و سنا و خدمت درس کنم که این سوالی که مطرح شد در مورد همان ای که در خطبه در اولی خطبه حضرت آمده که حضرت لاثت خمار خمارها علی ها و شتملت به جلبابها خمار و جلباب در پوشش حضرت اشاره شده که حضرت با خمار و جلباب طرف مسجد حرکت کرد خب از اینجا که من عرض کردم خطبه حضرت حرکت حضرت حتی خاست حضرت زهرا سلام الله علیها این خواستی که برای خاص برای این خواست طرف مسجد حرکت کرد رفت خطبه ای را ایراد فرمود و سخنی خود را اونجا میخواست خلاصه به گوش مردم برساند به سمع جمعیت برساند همه اصحاب و انصار پیامبر بودند همه قرآنی بودند حتی از خواستش گرفته تا پوشش حضرت و تا سخنان و حتی استدلالی که در مسجد میکنه از متن قرآن و همش قرآنی هست ما گفتیم خواست قرآن از خواست حضرت زهرا سلام الله علیها از قرآن قابل استنباط است در قرآن کریم وقتی میفرماید که فیع همان چیزی است که پیغمبر اکرم یهودی ها و نصرانی ها و دشمنان اسلام به خاطر یا وجه المصالحه بوده به هر جهتی به پیامبر بخشیده با جنگ و با خیل و رکاب و با شمشیر گرفته نشده اینها مال پیغمبر هست اینها اسمش فی است فدک از جزء فی است که یهودیان خیبر به شخص رسول خاتم داده است و از مدینه تا ظاهرا تا فدک را هم دو روز راه است وقتی این را به حضرت خاتم صلوات الله علیه و از ایشان دادن ای فیع بودن خب حضرت زهرا سلام الله علیها هم همین را درخواست داشتن و قرآن هم به فیع که میرسد همون آیه ششم و هفتم سوره مبارکه حشر میفرماید که فای مال خداست مال پیامبر است و مال ذل قرباست در جای دیگر میفرماید که و آت ذل حقه حق ذل باید داده بشه این مال ذل و حق ذل قربا باید داده بشه حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر از این چیزی درخواست نداره از حزب حاکی آمده همین را درخواست داره و برای همین حرکت کرد خب این از اینجا خواست حضرت زهرا قرآنی بود اما حجاب و پوشش حضرت صدیقه سلام الله علیها از کجای قرآن قابل استنباط هست که در اولش آمده که لافت خمارها ها و اشتملت به و حتی در و و ها این جمله ها آمده که حضرت یک حجاب سرتاسری داشت حتی پاهای حضرت پوشیده در حجاب بود از کجای قرآن قابل استنباط هست ما وقتی می رویم دون استقبال این که انسان و بشر اسمش بشر نهاده شده انسان را یک اسم دیگرش بشر هست بشر یعنی موجودی که بشره او و پوست بدن او لای مو و داخل مو پنهان نباشه برخلاف سایر موجودات و حیوانات دیگر که اینها مو داره بدنشان و پوست بدنشان در داخل مو پنهان هست ولی نه پوست انسان و بشره انسان ظاهر هست پس انسان از اولین موجودات هستند که نیازی به پوشش دارند نیازی به خلاصه لباس داره و این لباس هم از اول مطرحه از اول خلقت انسان اون جایی که پروردگار عالم میفرماید که وقد انزلنا علیکم لباسا یوار سوئاتکم و ریشا من برای شما لباس نازل کردم لباس یک چیزی است که خدای متعال اختصاص به انسان داده و خودش میفرماید که من این لباس را برای تمام انسان ها نازل کردم وقتی نازل کردم چی خصوصیت داره یو... یوار سوئاتکما یعنی این لباس باید سوئات و بدی ها و زشتی ها و ناملایمات بدن انسان را بپوشاند و ریشا و خصوصیت دوم این لباس این است که زیبایی هست زینت است برای انسان اگر لباس نباشه انسان یک موجود کریه المنظر یک موجود خلاصه که انسان از دیگران از دیدنش کراهت داره خیلی زیبا به چشم انسان انسان های دیگر نمی آیا. پس لباس هم زینت است و هم بدی ها و زشتی های انسان را می پشاند. در اول از اول خلقت انسان حضرت آدم و حوا که ابوالبشر و ام بشر هست مطرح است وقتی اونها آمدن در بهشت این آیه قرآن میفرماید که اکلا منها فبدت لهما سوعاتهما وقتی آدم و هوا از اون شجره منهی بهشتی خوردند اینجا بود که لباس هایشان ریختن وقتی لباس ها ریختن به واسطه این عملی که انجام داد آلات یا ترک اولاد تعبیر بکنیم هرچی بوده این لباس های بهشتی از قد و قامت اینها ریخت اینجا قرآن میفرماید که و تفقا یخذفان علیهما من ورق الجنه اینها در پی این برآمدند که زشتی های خود را بپوشاند لذا آمدن از اون درختان بهشتی از برگ درختان بهشت برای خودشان لباس درست کردن پس از اول لباس مطرحه و پوشش برای انسان ها در کسانی که ادعا می کند در دنیای امروز که زن و مرد با هم مساوی هستند در هر چی که زن و مرد مساوی باشد در مسئله پوشش با هم مساوی نیستند در مسئله لطافت با هم مساوی نیستند زنها از یک لطافت خاصی برخوردارن که مردان چنین لطافتی را ندارند الان کسانی که چنین ادعایی را داره ما میبینیم که در ادبیات دنیای دیروز همین بوده در ادبیات دنیای امروز هم همین است مثلا میبینیم که اگر در شعر شاعران هست اگر در تمثیل و تشبیه داستان سرایان هست همیشه از موی پریشان از لب و دندان از خلاصه لب و زنخدان از مشگان وقتی سخن به میان آمده اینها مال زنها از خانم ها به میان آمده هیچ کس از لب و دندان مردی نه در شعر و نه در عشق و... و عاشقی خود و در سرودن اشعار همچی چیزهایی را نیاورده حالا مثلا حافظ اشاره میکنه به آب و رنگ و خط و خال چه حاجت روی زیبارا این این شعر است در شعر میبینیم که در جای دیگر وقتی که آمده به شعر دیگر زتاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها این خونی که در دل این شاعر میفته به واسطه همون رنگ موها و همون خلاصه جعد مشکین و موهای پرپیچ و پرپیچ داره پرپیچ دار است علایه عرض کنم که اگر بر فرض بگیم که زن لطافت نداره زیبایی نداره نیازی به پوشش هم نداره چرا امروز دنیایی که ادعای اقلانیت داره ادعای روشنفکری داره ادعای دموکراسی داره از نظر همین ها هم که نگاه بکنیم میبینیم که زنها وقتی جنس را در بازار عرضه میکنه کالای را در بازار عرضه میکنه اینها از عکس زنها از بیشترین مد و فشن و حب و چپ و راسته هایی را که در نظر بگیریم بیشترین روغن و ژلو اینها را که در نظر بگیریم مصرف های برای زنها میشه برای آرایش زنها میشه پس فهمیده می شود که این جنس یک لطافت خاص را داره و این نیازی به پوشش داره برای اینکه جنس مخالف را جذب نکنه نیازی به پوشش داره وقتی میبینیم که به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را این در مردان مطرح نیست بلکه در زنان هست که اینها جاذبه داره لطافت داره که دیگران را جذب میکنه از همین جاها برای اینکه خدای متعال میفهمد این جنس لطیف یک جاذبه خاص داره لذا گفته شما محدودیت شما بیشتر هست شما حجاب را بیشتر مراعات بکنید پوشش از نسبت شما باید بیشتر مراعات بشه و حضرت صدیقه سلام الله علیها وقت وارد مسجد هر در طول زندگی همینطوری بوده ولی اینجا که در خطبه تباروس پیدا کرده در حرکت تاریخی حضرت وقتی از خانه طرف مسجد حرکت میکنه در این خطبه و در این حرکت تباروس پیدا کرده هست همین رو ما از قرآن این اثبات بکنیم این که در خطبه اشاره شده است که و لافت, بخ... و لافت خمارها حضرت لاثت یعنی بست محکم بست خمارش را به سرش بست و به جلبابها و اون جلباب را اون لباس سرتاسری که تمام بدن را در بر میگیرد حضرت پوشید و حرکت کرد طرف مسجد چند واجد چند آیه در قرآن کریم آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها حتما اهل قرآن بود خانش محل نزول قرآن بود شوهرش امیرالمؤمنین مفسر قرآن بود و پدرش پیغمبر اکرم آورنده قرآن بود و این خانه محل نزول وحی بود این خودش اهل قرآن میداند چیکار بکنه حجاب حضرت باید قرآنی باشه الان همین جمله حضرت را و همین حرکتی حضرت را میخوام از قرآن اثبات بکنیم عرض نم که اولین آیه ای که ارز می سوره مبارکه نور آیه 31 هست پروردگار عالم میفرماید یا ایها نبی قل للمؤمنات يغضزن من ابصارهن و ويحفظن فروجهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن این خماری که در اینجا آمده هست و این خماری که در این صوره آمده که برای زنها واجب بوده نزول این آیه در جایی است که در جاهلیت زنها روسری می پوشیدن همون مقنعه خمار همون مقنعه فارسی می پوشیدن منتها از پشت گوش رها میکردن خب شأن نزولش جایست که یک آقای میرفت و خلاصه همینطور دنبال یک دختر نگاه میکرد بعد رسید به جای یک استخان در دیوار بود به چشمش بر صورتش اصابت کرد با صورت خونالود خدمت پیغمبر آمد این آیه نازل شد که نه کسی حق نداره و زنها هم مسئولیت و وظیفه داره که نظر جوانان مردم رو نباید جلب کنه با پوشش خودش یا با برهنگی که در بدنش وجود داره این جاهایی که جذب میکنه اینها را باید بپوشانه این آیه نازل شد ولی بخمورهن همه زنهای مؤمن قل برای همه زنهای مؤمنه بگو که ولی یضربن بخمورهن علی جوبهن خمور جمع خمار هست خمار به معنای پوشش هست یا سرپوش معنا میشه خمر در عربی میگه خمر در فارسی میگیم شراب شراب رو خمر میگوید به خاطر اینکه عقل انسان را میپوشانه یا وجه دیگری که اینجا ذکر میکنه شراب رو خمر میگوید چون در قدیم برای ساختن شراب وقتی داخل ظرف میانداختن سرپوش میگذاشتن تا اون یک تحولی یا یک استحاله به وجود بیایه یک تغییری به وجود تبدیل به شراب شود سرپوش پس خمار معنایش همون سرپوش هست این سرپوش باید باشه این روسری باید باشه این مقنعه باید باشه و نه و دیگر جایی که مورد دقت هست کلمه ضرب هست کلمه ضرب باید زده بشود نگفته که ولی البس نه باید بپوشانه نگفته که ولی نه باید بیاندازد خمار را نگفته ولی یضرب نه باید یعنی این خمار را چکار بکنه به سر ببندد و مابقی و بقیه اش را ولی یضرب نه به علی نکن جا بر جیب جیب همان خلاصه از سلاسی مجردش به قول طلبا که از جابه و جوابه و جابه هست جوابه به معنای بریدن و بریش هست در سوره مبارکه فجر آمده و ثمود الذين جاب الصخر بالواد قوم ثمود انقدر قدرتمند بودن که برای اینکه امارت بسازه خانه بسازه کوه های بزرگ را بریش می زدن برای خود امارت می ساختن پس جابه به معنای بریش زدن هست وقتی که جیب این خلاصه یخنی پیراهن رو میگه این جلو لباس را که بریش زده هست باز هست و ممکن از بعضی ها باز باشد بشه لذا خدای متعال فرمود که ولی از ربن به خموره نه اون مقدار از خمور را که سر را می پوشانی درست از پشت گوش رها میکردین قبل از اسلام اما الان باید اون بقیه خمار را چیکار بکنید ادامه اش را ولی از ربن بیندازید و بزنید روی سینه ها ولی از ربن روی خلاصه این زیر گردن روی این جیب ها جیب که همین خلاصه جلوی سینه را گفته میشه ولی از ربن به خموره الا جیوبهن این معنای جیب هست وقتی را نگاه بکنیم این واژه ای خمار هست در قرآن کریم پس یک که حضرت ز... تفسیر این را حضرت زهرا رعایت کرد که آمده در کلام در خطبه حضرت که ولافت خما به خمارها حضرت با خمار محکم به سرش بست یعنی م... گره حضرت خمارش را به سرش و بعد حرکت کرد آیه دیگری ای آمده در قرآن یا ایها الذین آمنو یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نسائل المؤمنین خب چی بگو برای زنهای مؤمن مؤمن یدنین علیهن من جلابه بهن اینجا جلباب آمده در قرآن کریم آیه 59 سوره مبارکه احزاب هست خدای متعال میگه به زنهای خودت به دخترانت و به زنهای مؤمن همه زنهای مؤمن این وظیفه را داره تا قیامت که این را عملی بکنه و جلباب باید باشه جلباب معنایش چیه اینجا اول که خدای متعال میفرماید که یوتنینا یوتنینا نی آویزان بکند آویختن آویزان کردن نگفته بپوشانه چون ممکنه پوشیش باشه ولی حجاب کامل نباشه ممکن است که پوشیش باشه ولی بازم برجستگی های بدن قابل دید باشه لذا خدا میفرماید که و یوتنینا ن... لبس تن یا پوشیدنی تنها کافی نیست بلکه و نینا این جلباب را باید شما چکار بکنید بیاندازید بیاندازید, بیاندازید بالای بدن و این جلباب هم از جلبه هست جلبه سلاسی مجردش هست وقتی به رباعی میبریم جلبه معنای دیگر پیدا میکنه استمرار را میرسانه یعنی زنهای مؤمن اینی لازم میشه در مقابل نامحرم استمرار پیدا میکنه و بر اینها واجب است که باید این جلباب را بیاندازد و جلباب محدوده جلباب هم تا کجا را میگیره از تمام بدن را در بر می گیرن. که حتی تفسیر این آیه را حضرت صدیقه سلام الله علیها و اشتملت به جلبابه ها اون جمله حضرت تفسیر این آیه هست همونطوری که ولا به خمارها ها تفسیر آیه ولی از رب نبی خموره نبود این تفسیر این آیه و اشتملت به جلبابه ها یعنی تمام خلاصه قد و قامت حضرت را شامل بود و فرا گرفت و این معنای جلباب بود علیه نه از علیه نه استفاده میشه که تمام بدن را جزء بدن کافی نیست علیه نه یعنی بر خودش بر خودش تمام خودش دیگه اونجا وقتی در آیه اولی نگاه میکردیم ولی ریب نبی خمورین علا نه با تقدیر و با قرینه با قرینه اون جیب نصف بدن را پس فهمیده میشد که مربوط نصف بدن هست چون کلمه جیب آمده جیب را بپوشانید سر و صورت سر را بپوشانید گردن را بپوشانید اما در اینجا گفته علیهن یعنی بر خودش بپوشاند آویزان بکند بیاویزد پس این از این استفاده میشه از کلمه یدنینه استفاده کرده نه از کلمه خلاصه اما آیه دیگری را که اینجا در قرآن قابل استنباط هست در همین آیه 31 سوره مبارکه نور هست که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن بعض دیگه یک حجاب های از ای استفاده میشه که آقا جلبا باید پاهای این زن را هم در بر بگیره حتی از سر تا پا تمام قامت باشه چون اینجا میفرماید که شما زن ها حق نداره اون خون اون خلاصه خلخالی که در پا میبندد سر صدا میکند توری ولا یضربن بارجلهن نزنت نزنت این پاهای خود را خلاصه به زمین تا اینکه اون صدای خلخالش رو نامحرمان بشنود به هر حال یک در قلب های مریض یک تاثیر بکند چنان که صدای زن ها تاثیر میکند ولا تخزعن بالقول حجاب در صدا هم داریم در قرآن ولا تخزعن بالقول مع الذي في قلبه مرض کسی که در قلبش مرض هست با صدای با شنیدن صدای شما اونها طمع میکنه این آیه حضرت زهرا همین را هم ولای از ابن برجل هن لیعلم لی لی ما یخفین من زینتهن ایرم رعایت کرد تفسیرش در کلام حضرت در حالات حضرت چیه و تتعذیولها یعنی حضرت حضرت این جلباب را که پوشیده بود حتی زیر پای حضرت رو گرفته بود این کنایه از این است که تمام پای حضرت سر قامت حضرت پوشیده بود و اذا سالتمهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب آیه دیگر میگه وقتی چیز را خواستید از پشت حجاب بخواهید سخنی با نامحرمان داشتید با مردم با جمعی از زنها داشته باشه از وراء حجاب باشه تفسیری این آیه هم در کلام در حالات حضرت زهرا آمده که میفرماید در این جمله آمده که فنی تدونها ملائه حضرت که مسجد آمد یک پرده ای اونجا اخته شد از پشت پرده حضرت شروع کرد به سخن گفتن با مردم و بعد اینکه ما در قرآن داریم منع شده از تبروج از تزیون همانطوری که ما شرح دادیم که تزیون ولا یبدین زینتهن نه این آیه سوره سی و یک سوره نور میفرماید فرماید ولا یبدین نه هر زینت را زنها که موجب گرفتن آرامش از دیگران میشه و ممکنه برای خودش ضرر داشته باشه برای خانواده یک زن شوهردار ضرر داشته باشه جلب نظر دیگران رو بکنه حق نداره خلاصه ای اظهار بکنه ابداع یعنی ظاهر بکنه ولا یبدین زینتهن نه و در جای دیگر می فرماید. پس نه حق تزیون داره نه حق تبروج داره تبروج یعنی همون چی در بورس قرار دادن خود را در بورس قرار ندین. برج معنایش چیه برج معنایش این است که یک چیزی که بیشتر از جلوتر از همه اعضای بدن قابل دید باشه مثلا ما در برج هم داریم در خیلی از کشورها برج داریم شما نگاه کنید مثلا وقتی یک برج را که ما نگاه میکنیم در تهران برج میلاد داریم مثلا در برج ساعت داریم در همونطور که عرض کردیم ظاهرا در انگلیس هست در لندن هست برج ساعت داریم یا برج کیک بینگ بعضی ها میگن و برج مثلا در دبی داریم برج خلیفه داریم اینها یعنی چی معنیش اینه که از جاهای دی دیگه و از جاهای دوردست قابل دید هست و قابل رؤیت هست بعد درس کنم که اینجا ولا تبرج نه یعنی خود را در بورس قرار ندهد این زنها در بورس قرار ندهد حتی در رمه اردوگاه های نظامی هم برج دیدبانی داره در سرحدات مرزی و کشوری هم برج دیدبانی داره که نقاط دوردست را از اینجا میبینه از نقاط دوردست هم برج های دیدبانی دیده میشه پس برج این از زنها ولا تبرج نه. باید خود را اعضای بدنی خود را در بورس قرار نده ممکن است برجستگی هایی باشه که قابل دیدن باشه و از دیگرا خلاصه سلب آسایش و سلب چی بود در کتاب یک فقه اللغه ما الان نگاه بکنیم به کدام حجاب به کدام لغت به کدام عرف به عرف جامعه خود یا زمان پیغمبر اکرم نگاه بکنیم که حجاب از کجا قابل استنباط و استفاده هست یک کتاب هست هزار سال قبل نوشته شده اون عرف جامعه اون روز عرب را لباس های اون زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر را قابل بررسی قرار داده در آمده در سی باب این کتاب تدوین شده فقه اللغه و وقتی نگاه میکنیم می بینیم که آقا در اینجا چند تا لباس آمده از جمله در لغت اون روز عرب خانومی که پارچه با اون سر خود را فقط میپوشانیده بودن و اون می میگفتن بخنوق وقتی پارچه را می پوشیدن که سر و صورت را دور سر را می میگفتن غفاره این یک پوشش پوشیش دیگر خمار هست خمار پوشیشی که سر را به اضافه زیرگلو هم میپوشانه اون را هم میپوشانه بخنوق و غفاره کوچکتره اما خمار بزرگتره اما پوشش دیگری داری داریم که نس هست نصف بدن را ممکنه تا سینه و پایین تر سینه را در بر بگیره پوشش دیگر را عرب میگفتن در این فقه اللغه آمده به نام مقنعه مقنعه یعنی تا ساق پا را میگرفتن بر بر عکس این مقنعه هست ما در فارسی مقنعه داریم اما اینجا با کسر میم هست مقنعه که بر عکس این از خمار یک چیز بزرگتر هست پوشش دیگری داریم به نام معجر که در فارسی هم بهش معجر میگه پوشش است که تا زانوها یا پایین تر زور استفاده میکنه زنها میپوشه معجر هست یا ظاهرا تا, تا تمام بدن را بگیره بعد یکی رضا و جلباب هست پوشش هفتومی که در فقه لغت که فقه پوشش زمان پیغمبر بوده همین جلباب هست پس جلباب یک و خمار و جلباب اینها یک سابقه تاریخی داره و از زمان پیغمبر و امامان معصوم در این کتاب های لغت های قدیمی و لغه استفاده میشه بعد درس کنم که قرآن کریم دقیقه اینطوری نیست که ما بیاییم ادعا بکنیم خمار و جلباب و حجاب در قرآن کریم نیامده و اینها یک تحمیل است بر زن جامعه نه اینجوری نیست وقتی قرآن را نگاه بکنیم اگر دقت نداشته باشیم یک آدم ناپیدای مجهول بی سواد یا کم سواد اگر باشیم ممکن است که هر قرآن رو قرآن رو تفسیر برعیم بکنیم بکنیم بازم توجه نداشته باشیم که پیغمبر اکرم میفرماید یا از معصومین رسیده به موضوع به تقریبا الفاظ مختلف رسیده که هر کس قرآن رو تفسیر بر بکند بکند فلیتبه و مقعده من النار اگر با فکر این چیزا نباشیم دیگه خب تفسیر برایی بکنیم هر چیز را شود منکر شد اما وقتی تا لغت زمان پیغمبر و عرف اون روز عرب را رو نگاه بکنیم میبینیم که این حجاب و چنین هجاب قابل استنباط هست وقتی نگاه میکنیم حتی به شب که می رسم. اول میرسه ساعت اول شب را میگه مغرب ساعت دومش را میگه قتیمه ساعت سومش را میفرماید ظاهرا غفیله ساعت بعدیش را میشه عشیا یا عشا بعد تا به سحر میرسه به فجر صادق میرسه به فجر کاذب یعنی همش لغت زبان عربی همش قسمت داره همه اینها یک به هر زمانی که میرسه یک لغت خاصی را به کار میبره بعد اونجا ولی از ربنا بخمور هن علی جیوبهن این ضرب فرق میشه با اون پوشیدن و با اون لبس و با اون انداختن جامه به خاطر اینکه ضرب معنایش در اینجا چیزی هست در جای دیگر در فارسی هم ما از کلمه زدن شخم زدن دست زدن پا زدن ناله زدن شمشیر زدن سیلی زدن همش استفاده میکنیم ولی مورد کاربردش جاهای مختلفی از همش یک معنا نمیده در قرآن کریم هم وقتی که آمده ان, ان انتم ضربتم فی الارض زر... اینجا ضربه به معنای دور شدن به مسافرت و هجرت آمده و ضرب رقاب به معنای جدا کردن و گردن زدن آمده و اون جایی که در مورد حضرت موسی بن عمران علیه السلام آمده که وقتی آمد همراه قومش همراه اطرافیانش از نیل میخواست رد بشود اینجا یک تعبیر قرآن کریم دارد که میفرماید به معنای فضر هم طریقا فی البحر به معنای گشودن به معنای اینکه آب دریا را گشود برای قومش برای کسانی که اطراف حضرت موسی بود از شر فرعونیان فرار کردند پس فهمیده میشه که نگاه دقت آمیز به قرآن میشود که هر کسی نمیتواند هجاب حجاب را یا هر حکم شرعی را از قرآن استنباد بکنه و این کار فقیه است در هر علم ما باید سراغ متخصص برویم ببینیم فقیه چی گفته و کسانی دیگری که اهل خبره هست در هیچ علمی کسی را متخصص نمیشه باید متخصص باشه تا اینکه که خلاصه به او مراجعه بکنه اما در احکام شرعی هر کسی از پیش خودش یک حکم را صادر میکنه و ممکن خود را متخصص جلوه بدهد و استفاده های از قرآن یک جالب اینجاست که باز یک آیه میاره بر حرفش فهمیده و نفهمیده استناد به قرآن و ارجاع به قرآن میده بعد پوشش رو در یک خلاصه عرض کنم که حضرت صدیق سلام الله علیه ها خلاصه این سوالی که شما کردین در آخر ارز کنم حجاب حضرت صدیقه چطور از قرآن قابل استنباط هست وقت قرآن میفرماید که ولی یضرب نه به خمور هن علی جیوب که حضرت زهرا این را رعایت کرد و لاثت خمارها خمار پوشید وقتی میفرماید که و یود نین به به هن جلباب باید بپوشد حضرت صدیق سلام الله علیه ها این را رعایت کرد و اشتملت به جلباب ها و اون لباس سرتاسری و اون چادر سرتاسری خودش را پوشید و اون جایی که قرآن کریم می فرماید باید از پشت من و من, و سأل... من ورا حجاب از وراء حجاب زن و مردین وظیفه را دارد نسبت وقتی به زن ها میرسه این کار را انجام بدهد حضرت زهرا هم, هم این کار را کرد رفت در مسجد اونجا خلاصه در مسجد مدینه حجاب یعنی پرده ای را آویخت از پشت پرده با مردم صحبت کرد اگر قرآن کریم خلاصه می فرماید که زنها باید در حتی در راه رفتن هم رعایت بکنه پاهای خود را چکار بکنه و حتی پاهام پوشیده باشه زینت پاهام ظاهر نباشن همین را حضرت صدیقه و تت از ذیولها یعنی حتی قدم های حضرت را هم کسی نمیدید اما در خلاصه این،, این که وقتی نگاه میکنیم در قرآن لباس آمده لباس آمده که همون همون آیه, آیه که اول عرض کردم که قد انزل علیکم لباسا لیوار سوئاتکم و ریشا این که خود زینت باشه برای شما بدی های شما رو بپوشانه و در جمله دیگر در جمله دیگری که در قرآن آمده قمیص آمده در داستان در سوره مبارکه یوسف چند بار آمده اونجایی که حضرت یعقوب حضرت یوسف قمیصش را پیراهنش را فرستاد برای برای یعقوب پدرش تا چشمانش بینا بشود که قرآن کریم میفرماید که فرتد بسیر وقت آمد بسیر هم بینام شد پیراهن هست پوشیده میشه اگه وقتی نگیم که در اون زمان پیراهن نبوده چی نبوده اینها پس پیراهن بوده قمیص یک نو پیراهن هست لباس یک نوع پوشش هست جعل لکم سرابل سرابل در قرآن آمده یک نو پیراهن است از سربال این هم یک نوع هست و در جای دیگر آمده که جلباب همون که عرض کردم آیه 59 سوره مبارکه احزاب یا خمار آمد آمده که آیه 31 سوره مبارکه نور اینها همش پوشش هایی است که از قرآن اگر کسی یک اشکال کرده بود که آقا در زمان پیغمبر اونجا دختن نبود نه نبود نفهم خیاطت و خیاطی نبود نه قرآن کریم هر جا که میخواد مثال بزنه برای فهم جامعه اون روز عرب مثال زده مثلا عرب اون روز ممکن است از چیزهایی که نمیفهمیده اگر اونجا گفته که خود خلاصه از شطور بیشتر مثال زده که و ازل اشار و اتلت یا از شطور افلا یندرون ال الابیل کیف خلقت چرا به شطور نگاه نمی کنید خلق شده چون عرب اون روز با شطور بیشتر معنوس بوده شطور رو می فهمیده. اگر از هواپیما مثال می زد، کسی نمی فهمید. اما اینجا هم که نگاه می خدای متعال می فرمید که ولا یدخلون الجنة حتی یل جل من سم الخیاط اینجا سم الخیاط یعنی از دخت و دوز حرف زده قرآن حتما اون زمان دخت و دوز بوده و از لباس بوده اگر نه که عربی اون روز دخت دوز رو نمیفهمید که خدا مثال نمیزد برای اونها خب بینند عزیز یک فاصله کوتاه داریم و برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم سلام و عرض ادب و مجدد دارم خدمت یکایک یک شما بیننده های عزیز امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشین و تا آخر برنامه همراهی ما باشین و همچنین سلام مجدد عرض میکنیم خدمت کارشناس خوب جناب استاد حسینی عزیز سلام و علیکم سلام و رحمت الله منم عرض سلام مجدد دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و در خدمت شما هستم بله خب همچنین که مطلع هستین برنامه ما اختصاص داره به خطبه فدکی فاطمه زهرا سلام الله علیها و مقدمتا اشاره شد به نحوه حجاب در قرآن با مصداقی که از حضرت زهرا بیان شد سوال دوم که مطرح است خطبه فدک از اسمش که معلوم هست در واقع باید اختصاص داشته باشه به منطقه یا هم باغ بوستانی که در جلسات گذشته به اشاره شد ها. اما وقتی که در متن خطبه میبینیم مرور میکنیم میبینیم مثلا اشاراتی داره حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره داره به مسئله ایمان به مسئله تطهیر به مسئله شرک به چیزای اشاره کردن که میشه گفت یک جوری درس توحید داده درس نبوت و امامت داده اسلامه. و معرفی کرده قرآن را و دستور داده و تعلیم داده احکام و احکام اسلامی در واقع برای ما تعلیم داده میخوایم بگم که در واقع چرا فاطمه زهرا بر این خطبه ای که مثلا مختصاص شده شد به فدک اینجا آمده در این مسائل توحید و امامتنا اشاره کرده و زمنان بفرمایید که آیا کدام اثباتی یا دلیلی یا شاهدی بر اثبات فدک وجود داره یا نه بفرمایید خدمت شما عرض شود که اصل حرکت حضرت زهرا سلام الله علیها برای گرفتن یک باغ یا یک منطقه یا یک مال دنیا و مال اموال دنیا نبوده اصل درد حضرت زهرا سلام الله علیها برای این است که دین نباید منحرف بشه. دین از دست صاحب اصلیش نباید خارج بشه. لذا پیغمبر اکرم که از دنیا رفته الان چه کسی باید در سر جای اون حضرت باشه از اینجا عرض کنم که حضرت به عنوان یک اتمام حجت طرف مسجد حرکت کرد برای اینکه اتمام حجت کرده باشه در تعبیرات حضرت آمده که وقتی آمد فیضت و لاکنها النفس گفت دل من از درد دین پور است حضرت فرمود دلم از درد دین پور است و نفثت غید از باب احساسی مسئولیت دارم من این کار را میکنم کنم و بثت الصدر به خاطر اندوهی که در سینه ام موج میزنه در سینه ام اوج گرفته این اندوه آزارم میدهد اون چی اندوهی که سینه صدیقه طاهره سلام الله علیها را اندوهگین کرده و تقدمت الحجه و برای اینکه اتمام حجت کنم از بین رفتن خلاصه یک هیچ عذری از برای کسی باقی نمی ماند وقتی دید که کسی حرف حضرت را گوش نمیکنه و خیلی استنباط کرد و استدلال کرد و از قرآن اول گفت نهله هست کسی قبول نکرد گفت و ایرس هست ادعا کرد آخرش حضرت اونجا داره یک جمله ای را که گفت فندکموها فحتقبوها اگر اینجوری وقتی که با این دلیل و برهانی که من آوردم کسی حرفم را قبول نمی کند مرا مسلمان هم نمیدانید این دردش اینجاست و بعد ایشان که این جمله را گفت پس بچسبید به فدک من فدق نمیخواستم من فقط اتمام حجت کردم برای اینکه اتمام حجت بشه و الا که ما را به مال دنیا همونطوری که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود کان فی ایدینا فدق یک از خطبه های حضرت به عثمان ابن حنیف نوشت گفت در دست ما بود فدق یعنی در دست ما بود یعنی ما فقط دست تصرف بر او داشتیم نه اینکه خود ما استفاده کنیم ما به این هدفی که خود ما فدک را بگیریم استفاده شخصی بکن کنیم. به این هدف نمیخواستیم فدک را فقط در دست ما بود اما این که قرآن کریم میفرماید فی مال خدا و مال پیغمبر و ذوی هست برای اینکه دیگران سرمایه داران بر او دولت نکند سرمایه داران بر او حکومت نکند این دست به دست نشود بین سرمایه داران بلکه به دست صاحبش برسه که برای فقرای از مؤمنین خلاصه او را مصرف بکنه حزب حاکم یکی از اطرافیانش آمد یک جمله را به او گفت در منابع شیعه بسیار آمده کسی که مطالعه در مورد فدک داشته باشه به با این روایات بر میخورد میبیند که یکی از اطرافیان آمد به حزب حاکم گفت که ان الناس عبید هذه دنیا این فدک را بگیریم نگیریم چون یک بار سند فدق را به حضرت زهرا سلام الله علیها برگردانید بعد وقت دوباره باز پس گرفته شد البته با زور و تقریبا جبر پس گرفته شد وقتی به او گفتن که چرا فدق را ما بگیریم اینجا جمله اش این که ان الناس عبید هذه دنیا لا يردون غیرها مردم بنده این دنیا هستند غیر از دنیا چیزی را نمیخواهد فمن ان الین الخمس و الفيء و فدک بیا از علی فیء را بگیریم فدک را بگیریم خمس را بگیریم چون از دنبالش ادامه میدهد که فان شیعته اذا علم بذلك ترکوا الین و اقبلوا الیک شیعیان و, و, و طرفداران علی وقتی با خبر شود که علی فدک نداره با بستانی که در تحت تصرفش بود از خانمش بود پیغمبر به دخترش داده بود حق ذوی القربا بود او را از دست علی گرفته وقتی خمس را منع بکنیم دیگه خمس تعلق نمیگیره خمس را ما جمع بکنیم چون باید خلیفه پیغمبر خمس جمع بکنه الان کسی که به عنوان خلیفه هست باید خمس را جمع بکنه پس خمس هم از علی گرفته شد فی و فدک از علی گرفته شد وقتی که این شد لذا گفت که مردم وقتی ببینه در خانه اینجا نه نان است و خلاصه هیچ پولی هم کسی نمیشه به فقیرم رسیدگی نمیشه اینجا فقیر و غنی از در این خانه و ترک و علیان و اقبل و الیک این همه علی رو ترک میکنه و به شما رو یاور میشه یکی از علت غصب فدک و گرفتن این فدک همین بود که از حضرت صدیقه سلام الله علیها گرفتن اما وقتی ببینیم که حضرت صدقه حرکت کرد برای اینکه اتمام حجت بکنه علت اتمام حجت دلش برای دین میسوخت برای اینکه آقا پیغمبر اکرم فرمود علی مع القران ما از اول گفتیم که حرکات حضرت صدقه طبق قرآن بود و قرآنی بود علیون مع القران و القران مع علی قرآن را برای مردم خیلی از قرآن تکیه بر قرآن داشت تکیه بر پیامبر داشت این مردم پیغمبر را میشناسه این مردم قرآن را میشناسه که پیغمبر بارها فرمود علیون مع الحق والحق مع علی علیون مع القرآن والقرآن مع علی این سخنان تاثیر بگذاره وقتی پیغمبر میگه قرآن از علی جدایی نداره الان چی میشه الان چرا علی باید در صحنه نباشه و کسانی دیگر جای اون حضرت باشه لذا آمد حضرت زهرا سلام الله علیها و اینو که مال دنیا در نظر حضرت زهرا ارزش نداره این همون زهرا مرضیه است که لا نورید منکم جزاء ان ولا را گفت ما به هر تمام دنیا را به مردم بدین دیگه تشکر و قدردانی لازم نداریم چنان چه که یک مقدار و به اصطلاح به یتیم و فقیر و مسکین دادن بعد از ابن عباس نقل شده که روز پنجشنبه دیدم امیر المؤمنین علیه السلام در بازار استاده یا دم خانهش دم مسجد استاده برای مردم پول توزیع میکنه درهم و دینار توزیع میکنه چی کرده گفت امروز مزرعه ام را فروختم و فقرای مدینه در دم, دم در خانه علی صف کشیدگان است اما روز شنبه دیدم شمشیرش رو در بازار گرفتم میگه بگیرید شمشیر رو از من ابن عباس جلو رفت یا امیرالمؤمنین یا علی خب چه شده امروز روز پنجشنبه پول مزرعه را قیمت مزرعه را بین فقرا توزیع کردیم امروز شمشیر را میفروشه گفت به خدا قسم ابن عباس اگر برای سیر کردن شکم حسنه نان در خانه می داشتم مجبور نه بودم این شمشیر و یا آن زره را بفروشم یعنی حضرت این گونه وقت خودش میفرماید که لو شئت لاهتدی تو الی مصف هذا العسل من اگر بخواهم تمام در تمام عمرم حلوای اصل بخورم بهترین لباس ها را بپوشم میتوانم اما چرا این کار را بکنم آیا وجدانم میگذارد مرا که من در دنیا زندگی شاهانه داشته باشم در حالی که در حجاز یا در یمامه اکباد هر را در اونجا جگرهای تفتیده شکمهای گرسنه مردم خجالت زده زن و بچه خود باشه اما من خوب بخورم و از دنیا لذت ببرم این را پسر ابی طالب برای خود نمیپسنده این زهرای مرزی همان است که فرمود نعمل اون علی طاعت الله زهرا بهترین یاور است در این مسیر در کنار امیرالمومنین علیه السلام لذا نیاز به فدق نداشت استفاده شخصی فقط صاحبش را باید پیدا بکنه این فدق تا برای مردم مصرف بشه اما وقتی میبینیم در جای دیگر که اون حضرت از یک معلم و مفسر قرآن زهرای مرزیه سلام الله علیها میخواد دفاع بکنه خب اینجا شما سوال کردین که آیا کدام شاهدی هم اقامه شد برای به دست آوردن فدق که بازگرداندن نشد بله وقتی که آمد خودش حضرت زهرا سلام الله علیها آمد امیرالمومنین را شاهد آورد ام, ام ایمن را شاهد آورد حسن حسین را هیچ کدام را قبول نکردن حزب حاکم قبول نکردن علت عدم قبولیت این کار این بودن گفتن علی صاحب نفع این بچه های توی معلوم است بر علیه تو شهادت نمیده بلکه بر نفع تو شهادت میده اینها را قبول نکردن اما مشکل این شاهد چیه که شاهد را قبول نمی کنه یک آقای نقل میکنه کنه اینجا هم تقریبا شهادت مثل این شده میگه یک مرحوم نراقی در یک از کتاب هایش نقل میکنه میگه که شخصی آمد وارد شهر شد در این شهر نگاه کرد که آقا مؤذن این شهر از آن میدهد که اش و اهل هاذه المدینه یقولون ان محمد رسول الله اهل این شهر شهادت میده که محمد فرستاده خدا پیامبر در در اذانش این جمله را تکرار میکنه بعد خیلی ناراحت و نگران شد آمد خلاصه یک جوری دلش درد گرفت آمد خدمت جای دیگه تا شکایت ببره دیدیک آقای خلاصه علی حال در دم در دم در مسجد شراب میفروشه گفت چرا شراب میفروشی گفت این شراب پولش از پول مسجده این پول این شراب وقف مسجده من شراب را میفروشم در خود مسجد مصرف میکنم این کار من اسلامی هست کار شرعی انجام میدم جای دیگه که مصرف نمیکنم بعد میگه مرحوم نراقی میگه بعد آمد گفت برم نزد قاضی شکایت کنم قاضی شهر کیه حاکم شهر کیه دید یک آقایی را داره بالای تابوت از گرفته میاره وقتی این آقا رو میاره گفتن آقا چرا این سرش رو بلند کرده این آقا بالای تابوت میگه مردم من زنده هستم تو همار زنده به گور می کنید میگه نه حاکم از اون طرف گفت درسته که تو خودت میگی من زنده‌ام اما باید تو رو ببره دفن کنه مردم رو ببره دفن خاکش کنید گفت چرا این آقا سوال کرد چرا دفن خاکش می گفت چون دو تا شاهد عادل ش... این آقا مفقود شده بود گم شده بود الان دو تا شاهد عادل آمده شهادت داده که این آقا مرده زنش رفته ازدواج کرده بچه ها سراغ هر کس کنار هر کسی خلاصه سراغ زندگی خودش رفته خانم رفته ازدواج کرده خودش الان پیدا شده به تنهایی میگه که من ام الان من ش... شهادت دو شاهد عادل را قبول بکنم یا حرف یک نفر را گفتن ما حک اینجا حکم اسلامیه اینجا قانون قانون اسلامه این آدم باید دفن خاک بشه والا خودش میگه چون حرف یک نفر قبول نیست دو شاهد اینجا زهرای مرضیه سلام الله علیها هر چی شاهید شاهد و دلیل آوردن کسی قبول نکردن شهادت اینجا عدم قبول شهادت حضرت صدیقه مخالف حرف خداست حرف خدا قبول نمیشه در جایی که علم باشه اونجا شهادت عدل این نیست خدا میگه زهرا متهره هست خدا میگه لیوده به انکم اهل البيت و کم تطهیرا اصلا دروغ در شعن زهرا در زندگی زهرا در قول و گفتار زهرا نیست تمام رجس و پلیدی را از زهرا و فرزندان زهرا که دوازده امام باشه یا حداقل شما پنج نفر رو بگیم که در اون زمان حاضر بوده حسن و حسین و امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم اینها رو شامل میشه پس چرا اینجا شهادت قبول نمیشه قاعدیت در همه دنیای اسلام قاعدیت کاربرد داره هر کسی یک مال را اونجا خلاصه همین که گفتیم شهادت حرف خودی صاحب قبول نیست حرف خودش قبول نیست حرف دو نفر شاهد را قبول میکنه حضرت علی سوال کرد اگر دو نفر بیا شهادت بده که زهرا عمل فلان عمل منافی افت را انجام داده چه کار میکنی؟ گفت سنگسار میکنم حضرت فرمود اذن انت من الکافرین پس این تکلیف تو روشن رو میشه وقتی اینجا نگاه میکنیم قاعدیت در جای کاربرد داره من ده ها سال کسی یک ملک را به من داده سند دارم قواله دارم این ملک مال منه یک آدمی بیاید ادعا بکنه از من بگیره باید او شاهد داشته باشه او باید شاهد بیارد که مال منه منی که بر زمین بر خانه خود زندگی میکنم نیاز به شاهد ندارم اینجا قضیه بر شد از کسی وقتی کارگزاران فدک را از فدک اخراج کرد خبر به صدیقه طاهره رسید همه میداند که این ملک ملک پیغمبر بود به زهرا بخشیده از صاحب ملک اینجا خلاصه شاهد طلب کردن لذا از همین خاطر بود که دیدیم قابل اثبات نبود و نشد که اثبات بکنه و اگر اث... گرچه که اثبات شد ظاهرا ولی خلاصه ندادن اون فدک را به حضرت صدیقه سلام الله علیها آه، تشکر میکنیم خیلی ممنون وقتی که متن یا موضوع متنی خود متن خود به فدکیت داخل میشیم فاطمه زهرا سلام الله علیها شروع کردن مثلا گفتن یا ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله در صورتی که هم شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیش همه کی روشنه چه شخصیتی داره و چقدر معروف هستن اخصن پدر بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله که پیامبر امتی بودن دیگه درسته همچین شخصیتی خب اصلا احتیاج نداره به معرفی چرا فاطمه زهرا وقتی شروع کردن به خطابه اول شروع کردن به معرفی خود و پدرش بعد از حمد بر خدا و سلام و صلوات بر پیامبر بعد اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها وقت اونجا وقت شروع کرد از پشت پرده به نام پیغمبر که رسید که اجهش القوم لها بالبکا صدای گریه مردم بلند شد بعد سلام بر پیامبرم که رسید باز نام پیغمبر که برده شد صدای گریه مردم بلند شد چون عرض کردیم که روزگار سهمگین و سنگینی بود تازه همه مسلمان ها داغدار پیغمبر خاتم بودند داغدار کسی بودند که حضرت زهرا در همین خطبهش اشاره میکند که و کنتم علی شفا من النار مگر قرآن نگفته شما در پرتگاه از حلاکت و از بد بدبختی و از آتش و اینها بودین پیغمبر آمد پدرم نجات داد خب چون این مردم پیغمبر رو خوب میشناسه و قبل از پیامبری اون به نام امین و راستگو و درستکار معروف بود در زمان در زمانش هم پیامبر رو خوب دوست داره اگر مرا قبول نداره پیغمبر رو دوست داره بعد گفت مردم اون پیغمبری که از بین شما رفته عزادارش هستید با بردن نامش صدای گریه شما بلند میشه انی فاطمه و ابی محمد من فاطمه هستم و پدرم پیغمبر هست بعد شروع کرد که لا اقول و ما اقول و غلطا هر چی میگم من راست میگم هیچ سخنی در اشتباهی سخنی من نیست من متحره هستم و لا افعل و ما افعل و شططا. و در گفتار من در فعل من هیچ شک و تردیدی یعنی هیچ غلط و اشتباه و بدی نیست خب وقتی اینجا آمد حضرت زهرا سلام الله علیها خود را معرفی کرد قرآن را معرفی کرد پدرش پیغمبر را معرفی کرد خب از خود از فدک تقریبا چیزی حرف نزد فقط همون گفت که حالا با این همه استدلال وقت ثابت نمیشه پس همون اتمام حجتی که عرض کردیم اصل هدف حضرت صدیقه سلام الله علیها اتمام حجت و اینکه خودش را معرفی کرد چون مردم میدانست در جای حضرت صدیق الان استاده که پیغمبر اونجا استاد آیه تطهیر میخوان پیامبر همونجا میخواست حضرت زهرا ثابت کنه که مردم حدیث سقلن که پیغمبر وقتی از دنیا رفت که شیعه و اهل سنت تمام مسلمان ها نقل میکند که وقتی پیغمبر از دنیا رفت ان تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی این کتاب خدا این قرآن و این هم اترت اون قرآن است این اترت است لذا بر قرآن هم تقیه داشت چون این دو تایی که پیغمبر به عنوان امانت گذاشته بر او تاکید کرده همین قرآن است و همین اترت اترت زهرا مرزی اتراد امير المؤمنين اطرت پیغمبره اون هم خود پیغمبر لذا بر اینها تاکید داشت اگر پیغمبر اکرم اشاره داشت که زهرا ام ابی هاست منم اون ام ابی ها اگر گفت روح دو پهلوی من است پیغم پدرم پیغمبر گفت من فاطمه هم و ابی محمد من دختر اون پیغمبرم وقتی گفت روح دو پهلوی من است من همون فاطمه هستم وقتی پیغمبر فرمود زهرا ریحانه من هست من همون ریحانه اگر گفت مصداق سوره کوثر هست و خدای متعال سوره کوثر نازل کرد خیر کثیر منم هم همون خیر کثیری که بابایم پیغمبر میگفت اگر در مباهله انفسنا و انا آمده من همون نساءنای آیه مباهله هستم امیرالمؤمنین همون انفس نفس نفیس خاتمیت در این آیه و سوره در آیه مباهله هست لذا از همین خاطر پیغ... حضرت صدیقه سلام الله علیها میخواست خودش را یعنی ای مردم اگر مرا نمیشناسید من پدرم پیغمبر است من فاطمه هستم همون فاطمه ای که هم نزدیکترین فرد به پیغمبر هم هستم و پیغمبرم از دنیا رفت ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا اون مودت و محبت و عشق و ای که به فی القربا و ذوی القربا پیغمبر از شما خواسته شده من همون ذوی القربا هستم غیر از من کسی نیست لذا خود رو معرفی کرد در جای بعض جاها نیاز میشه آدم خود رو معرفی کنه حضرت سید الشهدا همین اقتدای به مادر کرد در کربلا خود معرفی کرد گفت ای مردم گفتم ای مردم عزیز حیدرم مصطفی از من من از پیغمبرم خود رو معرفی کرد آخرش هم گفت مادرم حتی حضرت زینب سلام الله علیه علیها گفت برادر خود رو معرفی نکردی گفت معرفی کردم گفت گفتی مادرم زهراست بله گفتم مادرم زهراست ولی بازم این مردم رحم نکردن یعنی امام سجاد در شام معرفی کرد از اونجا شروع میکنه انم محمد المصطفی تا اینجا تا به نام حضرت زهرا امیرالمؤمنین خود را معرفی میکنه لذا حضرت صدیقه سلام الله علیها خود را به اسم پیامبر معرفی کرد بعد دید که آقا امی ابی های پیغمبر منم پیغمبر فرمود من آذاه فقط آذانی هر کی فاطمه را اذیت کنه مرا اذیت کرده همون من آذای پیغمبر من هستم لذا خود را به هر نحوی فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینها معرفی کرد اما دیدیم که حرف حضرت زهرا در مردم تاثیر گذاشت یعنی صدای گریه مردم بلند می میشد بعد گریه که خاموش میشد حضرت سخنانش را ادامه میداد ولی علت این که حضرت خود فدق رو نامی از فدق نبرده و تاکید روی اون نداشته به خاطر این است که خب حضرت برای اتمام حجت آمده برای این که ولایت از دست نره همانطوری که عرض کردیم امام رضا علیه السلام گفت شما نمی توانید به مأمون گفت فدک را برگردانید گفت نه برمیگردانم حضرت فرمود که نه تمام حکومت حکومت های اسلامی رو میشه گفت نه لذا می‌بینیم که حضرت برای اتمام حجت این کار رو انجام داده بودند. تقدیر تشکر میکنیم از شما جناب استاد که قبول زحمت دمشن. فرمودین شارم. و برنامه ما رو منور فرمودین خیلی ممنون تشکر, شما. تقدیر تشکر میکنی میکنی از شما تقدیر تشکر میکنیم از شما بیننده های عزیز که امشب هم همراه ما بودین و تا آخر برنامه ما را تنها نذاشتین تا یک برنامه دیگه و یک به وقت بیداری دیگه شما همه شما خوبان را به خدای پاک منان میسپارم ما را از دای خیر خود فراموش نکنین خدایا رو نگهدار شما